السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور سران گرامی و اساتید معزز هستیم با جلسه دیگر و غزلی دیگر از غزلیات حضرت مولانا جلال الدین، غزل شماره 2823. ز کجایی ز کجایی هله ای مجلس سامی، ز کجایی ز کجایی هله ای مجلس سامی، نفسی در دل تنگی نفسی بر سر بامی، هله ای جان و جهانم مدد نور نهانم، ستون چرخ و زمینی هوس خاصی و عامی، عجب از خلوتیانی عجب از مجلس جانی، عجب از ارمن و رومی عجب از خطه شامی، عجب آن چیست مشعشع رخت از نور مبرقع، که مه و مهر به پیشش کند از عشق غلامی، به گلستان جمالت چو رسد دیده عاشق، به سوی باغ چه آید مگر از غفلت و خامی، سیدی انت من عینا صاد حسناک نداما، نظر الحق تعالی لک فی البهجت حامی، قمر صار الینا حبه فرض علینا، سطع العشق لدینا ترد العشق منامی، شجر طاب جناه و شجر الخلد فداه و وجد القلب مناه و کلوا منه کرامی، سر خون بی که ببستی به کرم باز گشایی، خرد هر دو جهان را بربایی به تمامی، بشنیدیم که دیگی ز پی خلق بپختی، که از او یا بدباها همگی ذوق طعامی، ز عدم هرچه براید چو مصفا نظر آید، به دو صد دام در آید چو تو اش دانه دامی، ز رخ یوسف خوبان همه زندان چو گلستان، چو چنین باشد و زندان تو چرا در غم وامی، هله خاموش مپرسش که کسی قرص قمر را به نپرسد که چه نامی و کی و از چه مقامی، خب با غزلی خاص مواجه هستیم و انتخاب این غزل بدین خاطر بوده است که صدها غزل شبیه به این غزل زیبا در دیوان شمس هست و اگر بتوانیم اندکی رمزگشایی بکنیم از این غزل خاص، البته نسبت به سایر غزلهای مشابه خواهیم توانست که به کنه مطالب آنها پی ببریم. خب مولانا باز هم در مقام وصال است، همچنان که همیشه در مقام وصال است. بسیار کم از مقام فراق سخن گفته است و آن هم
البته اگر سخنی هم بوده است، فراقی در عین وصال بوده است و وصالی در عین فراق. اکنون در حضور معشوق است و آنقدر معشوق ازل و ابد تجلی کرده است، آنقدر روح او رو و همه وجود او رو به چالش کشیده است، تسخیر کرده است که مانده است در تعجب است و آنقدر این بهجت و نور عظیم است که میپرسد ز کجایی ز کجایی. خب از کجا بودن که معلوم است، این در حقیقت جواب این تعلیق به محال است، یعنی اینکه خداوند از هیچ جا نیست، معشوق معشوق ازل و ابد، معشوق حقیقی از هیچ جا نیست، از بی جایی است، از ناجایی است، از جایی است که آنجا جا نیست و از مکان و جا و همه اینها بری است و دور است. اما چون یک دفعه مواجه می شود با تجلیات حضرت ربوبی، آن وقت چون در مقام مکان و زمان هست، در بند مکان و زمان است، می پرسد که از کجا هستی؟ چون بی جا بودن در اینجا مفهومی ندارد. می گوید از کجا آمده ای؟ این همه دلربا هستی، این همه زیبا هستی، از کجا آمدی؟ اصلت از کجا هست؟ ز کجایی؟ ز کجایی؟ هلا ای مجلس سامی، نفسی در دل تنگی، نفسی بر سر بامی. خب جایت در دل تنگ است و جایت بر سر بام است. تو از کجا آمده ای که به این راحتی دل تنگ رو مسخر کرده ای و گاه بر سر بامی، گاه بر سر دل هستی، گاه در چشم و دیده ای، گاه بر وجود من، بر روح من هستی؟ تو کجا هستی؟ از کجایی؟ چرا چنینی؟ چرا چنین عجیب هستی؟ چرا من نمیتوانم تو را درک بکنم آنچنان که میبایست؟ و ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبودیتک. این است که حضرت رسول فرمود با آن عظمت که خداوندا ما عرفنا که حق معرفتک، آنچنان که حق معرفت تو بود ما تو را نشناختیم، ما معرفت حقیقی به سوی تو پیدا نکردیم. اینجاست که میگوید تو از جای معمولی نیستی، از مکان و زمان این زمانی و این جهانی نیستی، خارج از همه اینها هستی، از کجا هستی؟ و در حیرت خود همچنان ادامه دارد تا آخر که میگوید هل خاموش مپرسش. آخرش میگه خاموش باش، از این معشوق نپرس که کسی قرص قمر را به نپرسد که چه نامی و کی و از چه مقامی. کسی از ماه آیا میپرسد از کجا آمده ای؟ نه، فقط بایستی در حضور ماه شیدا شد، از خود بیرون رفت و غرق تماشای حضرت ماه شد و همه وجود خود رو به او وابسته کرد و عیش و لذت عشق را همراه شد. این که نامت چیست؟ نام اینجا به چه درد می‌خورد؟ که هستی؟ به چه درد می‌خورد؟ مقامت چیست؟ جایگاهت چیست؟ از کجا آمده ای؟ به کجا خواهی رفت؟ اینها همه سوالات بیهوده است. وقتی که در حضور معشوق هستی، باید تماماً تمام وجودت میبایست مملو از عشق باشد، مملو از نظر باشد. سعدی در شعر زیبایش میگوید که میخواهم که همه بدنم چشم باشد، تا وقتی تو لحظه ای بر من میگذری با همه بدنم تو را تماشا کنم،
با همه وجودم، با سرم، با همه وجودم بتوانم چشم باشم و تو را نظاره کنم. همین است که مولانا به این توجه دارد. قصه ای که مولانا راجع به آن عاشق و معشوق بیان کرده است بسیار واضح است، بسیار زیباست. می فرماید که در مثنوی می فرماید که عاشقی بود، عاشق معشوقی شگفت بود، بارها به او نامه می نوشت، او جواب نمی داد. بعد از چندین سال او یک جلسه او را به حضور خود راه داد و گفت که بیا با من ملاقات کن، بیا در کنار من باش. آن عاشق رفت و در حضور معشوق نشست و شروع کرد آن نامه های فراقی که در فراق او برای معشوق نوشته بود و به دستش نرسیده بود را خواند. و معشوق از او روی در کشید و از او دوری گزید. مولانا میگوید وقتی که در حضور معشوق هستی، وقتی در مجلای تجلیات ربانی هستی، دیگر نامه و سخن و گفتار و همه اینها بیهوده هست، همه اینها رو رها کن. ای عاشقی که نمیدانی و نمیشناسی، مگر در حضور معشوق انسان خود رو به نامه مشغول میکند؟ مگر در حضور معشوق انسان خود رو به سوالات واهی مشغول میکند؟ همه وجودت سمع باشد، سخنش را بشنو، بصر باشد، تجلیاتش را ببین، همه وجودش چنان باشد که تمامی وجود خود را از او متلائم کنی، پر کنی همه وجودت را از حضور معشوق و محبوب. مولانا اینجا میپرسد ز کجایی، ز کجایی، از کجا هستی؟ به خاطر اینکه مسئله رو برای ما قابل ادراک کند و ما بفهمیم که این یار از عجیب جایی است، از عجب جایی این یار تجلی کرده است و در ما هست. ز کجایی، ز کجایی، هلا ای مجلس سامی. هلا یعنی آگاه باش، هوشیار باش. اسمی است که معمولا برای تنبیه و هشدار و هوشیاری گفته می شود. هله خوانده اند ولی درستش هله هست و گویا ترکی باشد. هله ای مجلس سامی. مجلس یعنی محل جلوس، اسم زمان و مکان است. مجلس یعنی محل جلوس، محل نشستن و زمان نشستن، هر دو معنای مجلس است. سامی از سمو هست، سمو یعنی بلندی. سامو بوده که واو به خاطر کسره میم تبدیل به یا شده، شده سامی، به خاطر اینکه واو با کسره ما قبل تناسب نداشته است تبدیل به یا شده است که با کسره ما قبل خود تناسب پیدا کند. سامی یعنی آنچه بلند است، سمو یعنی بلندی، سما هم همین است. سما اصلش سماو بوده، به خاطر اینکه واو بعد از الف ممدوده واقع شده است، واو تبدیل به همزه شده، شده سما به معنای آسمان، و آسمان هم معنای جای بلند و بلندگاه. خب اینجا خیلی نکته مهمی وجود دارد به نظر بنده، که چرا میگوید ای مجلس سامی؟ چرا معشوق رو به مجلس تشبیه میکند؟ محل نشستن و زمان نشستن، محل جلوس. مجلس اگر مجلس بخوانیم هم مصدر میمی خواهد شد و آن هم ایرادی ندارد، یعنی نسبت جلوس دادن به کسی. مولانا از این نسبت ها فراوان دارد، در هم در مثنوی و هم در دیوان شمس. مثلا میگه باغ من و بهار من. خب بهار که نمیتواند مثلا انسان باشد، معشوق رو به بهار تشبیه میکند یا معشوق به باغ تشبیه میکند. ای گل و گلستان من.
معشوق را به گل تشبیه کردند، همه شاعران معشوق را به گل تشبیه کردند، اما شما نمی بینید در میان شاعران که کسی معشوق را به گلستان، به مکان و به جای و به زمان نسبت دهد. اینها از ابداعات خاص حضرت مولاناست. دلیلش هم این است که وقتی بگوید گل، خب یک گلی است که عاشق معشوقش را به گل تشبیه می کند. این گل کم کم می پژمرد، کم کم بعد از یک روز، دو روز، پنج روز می پژمرد و از بین می رود. هم از نظر تعدد کم است، یک گل که هزار گل نمی شود، یک گل که بهار با یک گل که بهار نمی شود. ولی وقتی بهار میگوید همه گلها رو در ضمن خود میگیرد و این زیبایی خاصی دارد که من یک گل رو، تو رو به یک گل تشبیه نمی کنم، من اگر تو را به همه گلها و اصلا به منشأ همه گلها تشبیه می کنم. بهاری هستی که همه گلها وامدار توست، تو گل آفرین هستی و کسی هستی که گلها را به وجود می آوری. چرا به گلستان تشبیه می کند معشوق را؟ چون گل عرض کردم بعد از مدتی پژمرده خواهد شد، ولی گلستان آیا پژمرده می شود؟ نه، گلستان همچنان در حال گل دادن است. گلستان کارش گل دادن است، کارش این است که هر لحظه یک گلی اگر پژمرد، یک گلی اگر پرپر شد، گل دیگری و قنچه دیگری دوباره برخواهد آمد و این همان لطف مداوم گلستان رو نشان می دهد. بنابراین مولانا همه چیز را به اصل خود برمی گرداند. مولانا شاعری است اصلگرا، در همه جا ما را می خواهد که به اصل ما ارجاع بدهد. در قصه آب که فراوان در مثنوی فرموده است، شما میبینید که آب رو ارجاع میدهد به اصلش. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. اینها آن اصالتی است که وجود دارد. مولانا یک اصل اساسی و اصل عظیمی برای جهان قبول دارد و میانگارد و به خاطر همین همه چیز را به آن اصلها برمیگرداند. عشق را هم به همان اصل خود برمیگرداند. وقتی در آغاز مثنوی، در دیباچه مثنوی، در دفتر اول میفرماید و هاذا مثنوی، و هاذا کتاب المثنوی، این کتاب مثنوی است، و هو اصول و اصول و اصول دین. سه بار کلمه اصول رو به کار میبرد و آن اصول 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 دین است. چون ما هم اصول دین را میشناسیم که توحید و نبوت و امامت و معاد و این هاست، ولی آن اصول دین نیست. این میگوید این که من آوردم، این مثنوی که آوردم، اصول دین نیست. این اصول دین از کجا گرفته شده؟ از یک اصولی گرفته شده است. منظورم آن اصول اصول دین است و این اصول اصول دین خود از اصول دیگری گرفته شده است. به خاطر همین میگوید و هو اصول و اصول و اصول دین، یعنی برمیگرداند به اصل اصل هر چیز، اصل 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 دین. اینجا هم در تشبیهاتش نسبت به معشوق و محبوب، او را فقط به گل تشبیه نمی کند، گلستان رو می آورد. تشبیه به تازگی و نازپروری نمی کند، تشبیه به بهار می کند که تازگی در درون او حتمی و اصولی است. در اینجا هم این نشستن رو نمی گوید چه زیبا نشسته ای، می گوید تو مجلس هستی، اصلا جایی هستی که در حضور تو باید نشست، در حضور معشوق باید زانو زد و نشست و از او رفتارها و رموز عشق را آموخت.
آن هم چه مجلسی؟ مجلس سامی، مجلسی که آسمانی است، مجلسی که بسیار عظیم است و بلند مرتبه است. ز کجایی حالا ای مجلس سامی نفسی در دل تنگی؟ نگفت به کجایی، در کجا هستی، بعد خودش جواب بدهد. میگوید اصلت از کجاست، اصل اصل اصلت از کجاست. و بعد میفرماید که تو مجلس سامی هستی، محل نشستن هستی و جایی هستی که همه علوه ها، همه بلند مرتبگی ها از تو سرچشمه میگیرد. نفسی در دل تنگی، گاهی در دل تنگ، چون او بزرگ است چگونه در دل تنگ قرار میگیرد؟ دل که تنگ است، دل که تاریک است، دل که کوچک است، چگونه آن عظمت و آن معشوق در دل تنگ جا میگیرد؟ این دل تنگ اگر دل نبود چیز دیگری بود. مولانا هم به این اشاره دارد و در روایت های اسلامی و در روایت های عرفانی هست، وقتی که خداوند خواست بدن رو بیافریند، بدن انسان رو بیافریند، به فرشتگان گفت که از 4 قسمت کره زمین بروید و خاک بیاورید، ماده اولیه، حالا هر چه که باشد، ماده اولیه رو بیارید. رفتند دو فرشتگان از اقصا نقاط جهان خاک و ماده اولیه این آدم رو آوردن، آدمی که میخواست خداوند او را بیافریند. وقتی همش رو آوردن گفت که فقط خاک دل را نیاورید، همه رو داد به فرشتگان، ولی گفت که خاک دل از خودم است. آن بدن او متعلق به این جهان است، اما دل مال خودم است. بگذارید خاک دل رو خودم خواهم داد، چون میخواهم از آن من باشد. دل انسان عاشق میبایست مختص من باشد، این دل رو در اختیار هیچ کس قرار ندهم. و بعد فرمود که من در هیچ جای بدن بندگانم و در هیچ قسمتی از بدن بندگانم حضور پیدا نمی کنم مگر دل او. جایگاه من دل اوست، و هرگاه که این دل او شکست، آن وقت من جایگاه بیشتری پیدا می کنم. انا اندل منکسرت قلوبهم، من نزد کسانی هستم که دلهایشان شکسته باشد، دلهایشان از عشق و از دوری معشوق شکسته باشد. من در آن دلها قرار می یابم، من در آن دلها وارد می شدم. دل دیگری نیست که من بخواهم در آنجا وارد شدم جز دل منکسر، دل شکسته. دل تنگ هم همین حالت رو دارد، دلی که تنگ معشوق است و از دوری معشوق ناله سر می کند. آنجاست که خداوند چون کریم است و خود وعده کرده است، خود گفته است این دل جایگاه من است، بنابراین وقتی دلتنگ شد عاشق، معشوق حتما در آنجا قرار می گیرد. وقتی شکست، حتما معشوق در آنجا حضور می یابد. نفسی در دل تنگی، یک نفس، یک لحظه در دل تنگ هستی، نفسی بر سر بامی، یک نفس هم بر سر بام هستی. بام چرا؟ به خاطر اینکه همیشه در دل تنگ من نیست، گاهی بر بام است، گاهی بر زمین است، گاهی در هواست، و مولانا به این خیلی اشاره کرده است. یعنی برای خداوند مکانی رو نمیتوانیم ما متصور شویم. گاه در دل است، گاه بر بام است، گاه بیرون است، گاه در گلستان است، گاه در صحراست، گاه در دریاست، و همه جا جایگاه اوست. وقتی که دل من تنگ میشود در دل من قرار میگیری، و وقتی که میخواهی از من دور شوی بر سر بام میروی و از آنجا مرا نظاره میکنی. بر سر بام بودن یعنی بالا بودن و اشراف داشتن. از دور ناظر من هستی و ناظر اعمال و رفتار من هستی. هلا ای جان جهانم، مدد نور نهانم،
ستون چرخ و زمینی، هوس خاصی و عامی. میگوید ای کسی که جان هستی و جهان هستی، جان من هستی، روح من هستی و جهان و هستی من هستی، همه جهان من تو هستی. دیگران میگویند یک جهان هست و خدایی هست که این جهان را آفریده است. همه غالبا این چنین میگویند. مولانا میگوید نه، تو جهان من هستی، جهانی هستی که غیر از این جهان راهی برای من نیست و غیر از این جهان من جایگاهی ندارم. انسان میتواند از این جهان بیرون برود؟ انسان میتواند برهاند خود را از این جهان؟ نه، ما وابسته این جهان هستیم. اما میگوید که تو جهان من هستی، هم روح من هستی، هم جهان من هستی، هم جان و هم جهان. بنابراین همه آنچه که من میبینم، هر چه که چشمم در آن میافتد، هر صدایی که میشنوم، هر چه لمس میکنم، همش وجود تو هست، چون تو جهان من هستی. نمیگوید در جهان هستی، نمیگوید در جهان هستی، نمیگوید در جان هستی، خود جان هستی، خود جهان هستی. خیلی ها گفتن که در روح من هستی، شاعران زیاد گفتن در وجود من هستی. نه، در وجود نیست، این در وجود ندارد. این در حقیقت میگوید خود جان من هستی، اصلا روح من تو هستی، اگر تو نباشی من روحی ندارم. جهان من هم تو هستی، اگر تو نباشی جهانی هم وجود ندارد. حالا ای جان و جهانم، مدد نور نهانم. یک نور نهانی در درون من هست. آن نور نهانی چیست؟ نور عشق است که در درون اوست. میتواند چیزهای دیگر هم باشد. نور عشقی است که هست، مدد هست. مدد یعنی هر لحظه به آن نور درونی من افزوده میشود و تو میافزایی، مدد میرسانی. مدد خیلی کلمه عجیبی است و مولانا به آن اعتقاد دارد. مدد یعنی کشید و امتداد داد، چیزی را ادامه داد. شما می دانید که جهان جهان مدد است، جهان جهان امتداد است. امتداد لحظه ها و ساعت ها می شود زمان، امتداد مکان ها می شود مکان، و همه چیز در امتداد معنی پیدا می کند. در فلسفه اسلامی راجع به این سخنهای فراوان گفتن، ما فرصت نداریم به آن توجه کنیم. منظور این است که همه جهان جهان امتداد است. اصلا جهان ماده جهان امتداد است. آنجایی که امتداد نیست، آنجا محضر خداوندی است، محضر الوهیت است. جهانی که اکنون وجود دارد جهان امتداد هاست. هر چیزی که امتداد پیدا می کند، ادامه پیدا می کند، این رو ما به عنوان جهان میشناسیم. از نظر اصول علمی هم دقیقا چنین است، اصول فیزیکی، اصول ریاضیات، همه این اصول علمی هم در اینجا صادق است و همان امتدادهایی که وجود، امتدادهای حرکت که وجود دارد، امتدادهای اعداد که وجود دارد، اصلا جهان محصول، جهان ماده محصول این امتداد هاست. این امتداد رفته باب افتعال، افتعال متابعه هست، قبول است. این امتداد چگونه به وجود می آید؟ از مدد به وجود می آید. مدد الهی باعث این امتداد ها می شود، باعث این افتعالات و انفعالات و پذیرش فعلیت حضرت حق متعال می شود. بنابراین این جهان و هرچه در آن است محصول مدد الهی است. اگر خداوند لحظه ای مدد نکند و امتداد رو از این جهان بردارد، همه چیز از بین خواهد رفت. امتداد نفس ما همچنین است. ما نفس که میکشیم، یک نفس میگوید در دل تنگ هستی. این نفس که امتداد پیدا میکند، حیات ما امتداد پیدا میکند. یا این کون و فسادی که اتفاق میفتد وقتی که از بین می رود چیزی، در خلق مدام بحثش را کردیم. وقتی جهان یک لحظه از دنیا می رود و دوباره به وجود می آید، دوباره از بین می رود و دوباره به وجود می آید و همچنین این حرکت همچنان ادامه دارد، این امتداد است که موجب این موارد می شود.
مدد نور نهانه، آن نور نهانی که در وجود من هست، مددش و امتدادش از جانب تو هست. هر چی که دارم هست، امتداد جهان هم از تو هست. و اگر مدد تو نبود، نه جان بود و نه جهان بود. بنابراین تو هم جان من هستی و هم جهان من هستی. حالا ای جان و جهانم، مدد نور نهانم، ستون چرخ و زمینی. ستون یعنی ستون، مخفف ستون هست. ستون چرخ و زمینی. چرخ که میچرخد ستونی ندارد که. بلا عمد ترونه ها، قرآن هم گفت که بدون عمد، بدون ستونی که ترونه ها، شما این رو ببینید. قرآن فرموده است که این جهان بدون ستون است، هیچ ستون ندارد. در حالی که زمانی که قرآن نازل شد، 1400 خورده سال پیش، وقتی قرآن نازل شد، هیئت حاکم بر جهان و جغرافیای جهان و علمی که بود، هیئت بطلمیوسی بود و او گفته بود که جهان مسطح است و بر مثلا بر شاخ گاوی است و آن گاو بر روی ماهی است و آن ماهی بر روی چه هست و چه هست و چنین خیال پردازی هایی راجع به اصل کرده بودند. ولی قرآن در یک جایی نه به اشاره به این ماهی دارد، نه اشاره به این گاو دارد، نه اشاره به مسطح بودن زمین دارد، بلکه همه آیات قرآنی نشان می‌دهد که قرآن با فرض اینکه زمین کروی است، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین و رب المغربین، اگر مسطح بود یک مغرب بود یک مشرق بود. چگونه از قرآن می‌فرماید دو مغرب دو مشرق؟ چگونه هست می‌فرماید رب المشارق والمغارب، رب مشرق ها و مغرب ها؟ جز اینکه کره زمین گرد باشد، کروی باشد، این آیات توجیهی ندارد. و اونجا می‌فرماید و ما آسمان را برافراشتیم بلا عمد ترونها، بدون آن عمد و ستونی که ببینید، اصلا هیچ ستون نیست. ولی آیا هیچ نیست؟ هست. آن ستونش همان قوه جاذبه است که قرار داده است. ولی میگوید ترونها، شما نمیبینید، ظاهرن او رو نمیبینید، ظاهرن دیده نمیشود این نیروی عظیم جاذبه، ولی وجود دارد. همین است که در اینجا میفرماید ستون چرخ و زمینی. هم ستون چرخ هستی، چرخ همان فلکی که وجود دارد، کیهانی که هست، هم ستون زمین هستی. مولانا هم گویا میداند یا با اشراق عرفانی این رو متوجه شده است، در جاهایی به معلق بودن کره زمین در مثنوی اشاره میکند. هوس خاصی و عامی، هم هوس خاص هستی هم هوس عوام هستی. خیلی از چیزها هوس عوام است، ولی هوس خام و خامان نیست. و گاهی هوس خاصان است، گاهی هوس عامان است. میگوید همه تو را دوست دارم. و جالب است، این خود یک معجزه است که چرا هم علم رو خواص دوست دارن، عوام دوست نمیدارن. خیلی از چیزها مال عوام است و خیلی از چیزها مال خواص است، اما خداوند تنها وجودی است که هم خواص او را میخواهند هم عوام. هوس یعنی خواسته، آن چیزی که انسان میخواهد به آن برسد. عجب از خلوتیانی، عجب از مجلس جانی، عجب از ارمن و رومی، عجب از خطه شامی. خب میگوید من هر جا که میبینم، هر جا که نگاه میکنم، تو را در آنجا میبینم. به صحرا بنگرم، به دریا بنگرم، دریا تبینم. به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. میگه که هر چه که را که من نگاه میکنم اینجوریه. و مولانا هم از همین قاعده پیروی میکند، به هر جا که نگاه میکند خدا را میبیند. اینما تولو فسمه وجه الله، خود خدا فرمود اینما تولو، هر جا. اینما مطلق است، هر جا تولو روی برگردانید، فسمه، سمه یعنی آنجا، سمه یعنی سپس، سمه یعنی آنجا، فسمه وجه الله، آنجا وجه الهی است. هر جا که روی بگردانید وجه الهی آنجا هست، وجه معشوق آنجاست. میگوید با این که من هر جا که نگاه میکنم تو هستی،
ولی در میان خلوتیان هستی. این رو باز میکند و شرح میدهد که یعنی چه همه جا هستی. عجب از خلوتیانی. میگه من تعجب میکنم که با خلوتیان هستی. خلوتیان چه کسانی هستند؟ عاشقان و سالکان عشق الهی هستند. چرا خلوت کرده اند؟ با دوست خلوت کرده اند. به خاطر اینکه خلوت از خلایخلی میآید و خلوه یعنی خالی کرد. خلیه باز خالی کرد. خلیه همان خلا هم که هست همان است. خلیه با یا باشد یعنی چیز مادی رو خالی کرد. چیزی مثلا این لیوان رو کسی خالی کند میگن خلا یعنی، ولی اگر بگوید خلوه یعنی درون رو پاک کرد، خلوت کرد. بنابراین خلوت برای امور معنوی به کار می رود در مورد در برابر خالی کردن که در مورد امور مادی به کار می رود. بنابراین اینجا می فرماید خلوت. خلوت یعنی چه؟ یعنی خالی می کند. چه چیز را؟ دل را. از چه چیزی خالی می کند؟ از غیر او، از غیر معشوق دلش را خالی می کند. از این جهت به خلوت بسیار توجه شده است. اصلا از آن صد مقامی که عرفا دانه یکیش هم خلوت است. خلوت بسیار چیز عظیمی است و انسانهایی که به جایی رسیدند حتما از خلوت بوده است و کسانی که به جایی نرسیدند به دلیل این بوده است که اینها خلوتی نداشتند. خلوت آن است که انسان درونش را خالی کند از غیر دوست، از غیر معشوق، از غیر محبوب، در دلش چیزی نباشد. این خلوت وقتی که دلش رو خالی کرد از غیر دوست، در اعمال او، در افکار او هم اثر می‌گذارد. وقتی دلش رو از غیر دوست خالی کرد و دلش دل که خالی نمی‌ماند، فکر انسان خالی میماند، فکر انسان تهی میماند، نه نمیماند. اگر گفتن خلوت بکنید آن برود چیز دیگری بیاید جایش را پر کند. اصلا ممکن نیست که چیزی خالی خالی باشد. در لیوان آب نباشد هوایی هست. اصلا ممکن نیست آن خلأ کامل، خلأ مطلق، امکان ندارد. به هر حال ذراتی از مواد مثلا در اینجا هستن. اما میگوید خلوت یعنی این که آن خلوت خاص رو در خود به وجود بیاوری، درونت را خالی کنی. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. سعدی فرمود که اندرون از طعام خالی دار، درونت را از طعام خالی کن تا درون نور معرفت بینی. تا زمانی که اندرونت را از طعام خالی نداشته ای، خلوت درونی پیدا نکرده ای، آن چیز خوب، آن نور، نور معرفت در آن تابش نخواهد داشت. همچنین است خاطره دیگران، نظر دیگران، افکار دیگران. وقتی که ما فکرمان پر است از افکار دیگر، هرگز فکر او جایگزین نخواهد شد. ما بایستی ذهنمان را خالی کنیم، خالی از ذهن باشیم، از همه پندارها، از همه چیزهای دیگر ذهنمان را خالی کنیم، قلبمان را پاک کنیم، خالی کنیم، طیب و طاهر و پاکیزه کنیم. آن وقت است که او محل پیدا خواهد کرد که آنجا حلول کند، در آنجا به وجود بیاید. عجب از خلوتیانی. میگه هم از خلوتیان هستی. من هر جا که نگاه میکنم تو را میبینم ای معشوق. عجب از خلوتیانی. تعجب میکنم که از خلوتیان هستی. عجب از مجلس جانی. هم با خلوتیان هستی که از مجالس دوری میکنند به خاطر اینکه تو را ببینند، و هم در مجلس جان هم هستی. در جایی هستی که جانها آمده اند و نشستند. مجلس جان یعنی مجلسی که روحها در آنجا آمده اند. یک مجلس اجسام است، یک مجلس ارواح است. میگوید تو مجلس جان هستی، جایی هستی که جانها در آنجا می نشینند، نشیمنگاه جانها و ارواح متعالی هستی. عجب از ارمن و رومی. از ارمن هستی،
از ارمنیان هستی، ارمنستان یکی از، اگر ببینید در کتب لغت قدیم یا در قاموس های جغرافی ببینید، ارمنستان جزء آذربایجان بوده است و همه کتب قدیمی، کتب معتبر قدیمی ارمنستان رو جزء ولایت های آذربایجان گفتند. در برهان قاطع یا در جاهای دیگر هم چنین است که ارمن یک قسمتی از آذربایجان بوده است، یک ولایتی از ولایات آذربایجان بوده است. گو این که اکنون مثلا ارمنستان رو جدا کرده اند و آن شرایط خاص بوده است، ولی این رو در کتب معتبر، کتب قدیمی معتبر شما ببینید، در آنجا ارمن رو و ارمنستان رو از اقلیم ها و از ولایات آذربایجان نام برده اند و از نظر جغرافی هم درست در وسط آذربایجان واقع است. خب میگه عجب از ارمن و رومی، یا از روم هستی. روم همان قسمت های اروپا که اینها هم بوده. میگه مهم نیست ارمن، از ارمن باشی از روم باشی، عجب از خطه شامی، حتی از خطه شام، همان شهر شام و یا منطقه شام، شاماتی که میگوین منطقه خاص، از دمشق هستی، از جاهای دیگر هستی. منظور این است که میفرماید هم از خلوتیان هستی، با خلوتیان هم راهی، هم مجلس جان هستی، هم از ارمن هستی، از روم هستی، از شام هستی، از همه جا هستی. یعنی تو از همه جا در تو وجود دارد، مختص به زمان خاص، مختص به مکان خاصی نیستی. از همه جا هستی یعنی مال همه هستی و هیچ کس نمیتوان بگوید این معشوق از آن من است و کس دیگری جرأت نگاه ندارد. عجب آن چیست مشعشع، تعجب میکنم آن چیست مشعشع. مشعشع یعنی شعشعه دارد، شعشعه که تکرار شده است به خاطر تکرار عملی است که وجود دارد. شعشعه یعنی نوری که هر لحظه مداومن برمیتابد، نوری که هر لحظه ساطع میشود، نوری که هر لحظه به چشم و به دیدگاه و به نظر انسان میرسد. مانند مثال علنیش همین خورشید است، هر لحظه شعشعه دارد، یعنی هر لحظه میآید و شعاع نورش بر همه جهان میتابد، لحظه ای نیست. این شین و عین که اینجا تکرار شده است، شعشعه، نشان از تکرار عمل دارد. مانند وسوسه مثلا در لسان عربی اینها معنی دار است، یا دمدمه مثلا. دمدمه یعنی فریب داد، یعنی هی فریب میدهد، هی در حال دال و میم که تکرار میشود این فریب دادن رو القا میکند. یا وسوسه، واو و سین دوبار تکرار می شود، وسوسه هم همچنین تکرار می شود، وسوسه یک بار نیست که همیشه تکرار می شود. یا زلزله مثلا، زال و لام، زاو و لام و زال لام تکرار می شود. چون زلزله هم تکرار می شود، از این جهت این رو با کلمه زلزله آورده است. و همچنین از سایر موارد، شعشعه هم همین حالت رو دارد، یعنی این که تشعشع دارد، هر لحظه از او شعشعه ها و انواری به بیرون می آید. میگه عجب آن چیست مشعشعه، تعجب می کنم آن چیست، آن چهره یا چه چیزی است که اینقدر شعشعه و نور دارد، هر لحظه نور می افشاند. رخت از نور مبرقع، مبرقع از برقع هست، برقع یعنی آن، یا برقع مشهور است، هر دو هم درسته، ولی عرب برقع میگوید، ما در عوضش کردیم برقع میگیم. برقع یعنی روبند، معمولا به روبندی که فقط چشمان خانم ها بیرون باشد به آن میگوین برقع. همان هم اکنون هم در کشورهای عربی وجود دارد و این رو به خاطر حفاظت از آفتاب شدید یا باد طوفان و شاید موارد دیگر استفاده میکنن و اکنون هم استفاده میکنن. به این میگم برقع. برقع معمود بوده است برای زیبارویان، برای کسانی که بسیار زیبارو هستند، برای اینکه دیگران طمع نکنند در
وجود او، اینها برقع می پوشیدند، صورتشان را می بستند تا اینکه کسانی که در بیرون هستند نگاه می کنند چشمشان به جمال اینها نیفتد و اینها دچار مشکل نشوند، چون از بس زیبا بودند اگر چشم کسی به اینها می افتاد عاشق می شد و هزاران مسئله مورد پیش می آمد، اینها می گفتن اولش این راهو ببندیم، نگذاریم که عاشق ما بشوند و فردا هم هزار تا مشکل دیگر به وجود بیاید. از آن جهت برقع می پوشیدن. پس برقع برای پوشاندن صورت زیبا بوده است، صورتی که مشعشع است، صورتی که خیلی زیبا و نورانی است، این برقع رو می نفتن که این دیده نشود. ببینید چقدر زیبا میگوید، میگوید رخت از نور مبرقع. مبرقع یعنی برقع گرفته، اسم مفعول است، با میم مزون درست میشود، برقع یو برقع و برقعتن و بعد مبرقع و مبرقع، مبرقع میشود اسم فاعلش، مبرقع هم میشود اسم مفعولش. اینجا میفرمه مبرقع است و یعنی اینکه تو برقع گرفته از رویت، اما ببینید میگه از نور مبرقع است. آن چهره نورانی که وجود دارد از نور، یک پارچه سیاه هست میاندازند، نسبت آن چهره نورانی با آن پارچه سیاه چیست؟ او بسیار نورانی است چهره و آن بسیار تیره است. میگو فرماید که برقع یا برقع تو از نور است. وقتی برقع که باید سیاه باشد از نور باشد، ببینید پشت برقع چیست، ببینید پشت برقع چه نوری هست که نور می آید و می پوشاند. اینجا مولانا اشاره می کند به آن شرایط و حجب نورانی. میدانید که در عرفان اسلامی ما حجاب‌های فراوان داریم، حجاب ظلمانی داریم و حجاب نورانی داریم. اینجا اشاره به حجاب‌های نورانی دارد. حضرت حق متعال 70 گفتند، حداقل 70 حجاب ظلمانی دارد که از ماست. بعد از اینکه ما این حجاب‌ها رو کنار نهادیم، 70 حجاب نورانی هم دارد. بعضی‌ها گفتن 70,000 حجاب نورانی، بعضی‌ها بیشتر گفتن، کمتر گفتن، حداقلش 70 است. 70 حجاب نور هست که این حجاب‌های نور هم باید برطرف شود. که مه و مهر به پیشش کند از عشق غلامی. ماه و مهر در پیش او از عشق غلام او هست. ماه و مهر که اینقدر عظمت دارد، پادشاهی می‌کند بر جهان، این از طریق عشق غلام اوست. غلام‌ها هم معمولاً سیاه بوده اند دیگه. میگه این ماه و مهر سیاه می نماید در برابر جمال عظیم او، چنانچه آن برقع که می باید سیاه باشد از نور است. و آن چهره ببین چه نور در نوری است که این برقع آن را می پوشاند. به گلستان جمالت چو رسد دیده عاشق، به سوی باغ چه آید مگر از غفلت و خامی. وقتی دیده عاشق برسد به گلستان جمال تو، راجع به گلستان گفتیم دیگه، به گلستان جمال تو اگر این دیده عاشق، چشم عاشق گلستان جمال تو را ببیند، نمیگوید گل جمال، میگه گلستان، گلزار هم نمیگوید، میگوید گلستان. فرق گلزار و گلستان چیست؟ فرق گلستان و بوستان چیست؟ این است که گلزار ممکن است خود به خود رویده باشد، ولی گلستان حتما رویانندهی دارد، حتما باغبانی دارد، حتما کسی رو دارد که از او محافظت کند. میگوید چهره تو چنان است که هر لحظه در زیبایی بر او افسوده میشود و هر لحظه تو خود چهره خود را زیباتر میکنی. کل یومن هو فی شأن. این نیست که جمال الهی فقط یک گونه باشد، همچنان همیشه یک گونه باشد. جمال الهی همواره در بهجت است، همواره در افزایش نور است. به گلستان جمالت چرا صد دیده عاشق، به سوی باغ چه آید، چرا به سوی باغهای این دنیا بیاید مگر از غفلت و خامی.
نه اینکه غافل باشد یا خام باشد، وگرنه کسی که چهره تو رو دارد، گلستان تو را دارد، دیگر چه نیازی دارد؟ مرحوم سعدی فرمود که از گلستان من ببر ورقی. این گلستان همین 5 روز و 6 باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. این که این گلستان همیشه خوش است، ولی آن گلستانی که هست ممکن است بعد از چند روز از بین برود. این گلستان جمال معشوق همیشه در بهجت و نور است. سیدی انت من عینا صاد حسنا که نداما نظر الحق تعالی لک فی البهجت حامی. خب اینجا دیگه فارسی دیگه به قول معروف کفاف نداده، مولانا رفته سوی بیت عربی. سیدی، ای سید من، ای سرور من، انت من عینا. این رو عینا خواندم که نداما بتوانم بخوانم، اون رو هم تعالی بتوانیم بخوانیم، چون که یه سجعی دارد، موسیقی دارد. من عینا ز کجایی، همین عربیشو میگه، میگه سیدی انت من عینا، ای سید من، انت تو، من از عینا، از کجا هستی؟ ساده حسنا که نداما. ساده دو معنی دارد، یکی این که سید کردن، همان سیده بوده ساده، یکی هم جذب کردن و تألیف دادن، مهربان شدن با یک دیگر. اینجا اگر مهربانی و جذب و انجذاب رو مطرح کنیم زیباتر می شود. حسن هم که معلومه، حسن نیکویی، حسنا که یعنی نیکویی تو، نداما، نداما جمع الجمع است، ندیم یعنی شریب، رفیق، رقیب، یعنی کسی که بیاید در شراب خوردن با کسی همراهی کند. معمولا آخه این دوستانی که با هم شراب میخورند خیلی اصول و آداب دارد و خیلی اصول و آداب رو رعایت میکنند، از آن جهت هر کسی رو حریف شرابخواری بر نمیگذینند، با هر کسی شراب نمیخورند. عاشقان و عارفان هم چنین کردند، میگویند وقتی ما جذب شراب عشق الهی میشویم با هر کسی ما شرابخواری نمیکنیم، باید با کسی شرابخواری کرد که راز رو پنهان بدارد. اگر رازی از اسرار الوهیت فاش شد، آن حریف، آن شریف، آن ندیم که آمده است، او این راز رو افشا نکند، حال مرا جای دیگری نگوید. بله این مثلا آمد مثلا در بیاد خدا 3 ساعت مثلا بیهوش شد، خب این رو رفت گفت دیگه قصه تمام است دیگر، آن او معلوم است شریب خوبی نیست، آن ندیم خوبی نیست، همراه خوبی نیست، او خلوت رو از بین میبرد. درویشان و سالکانی که دارن در راه عشق میروند، حالاتی دارن، جایگاه‌هایی دارن، مجالسی دارن، مجالس سامی دارن که در آنجا با هر کسی نشست و برخاست نمی کنن، با افراد مخصوص نشست و برخاست میکنن، با کسانی که راز آنها رو نگه دارد. اینجا میفرماید که ساده حسنا که نداما. نداما عرض کردم مفردش ندیم است، جمعش می شود ندام. ندام یعنی ندیم ها، شریب ها، کسانی که با یک انسان همراه می شوند و شراب عشق و معرفت می چشند. جمع ندام می شود نداما، جمع الجمعش می شود. نداما یعنی کسانی که خیلی ندیم بودند. میگوید ساده حسنا که نداما، میفرماید ما قبلا با درویشان با عاشقان همراه بودیم و آنها ندیم ما بودند، اما حسن تو که مبرقع شد، حسن تو که مشعشع شد، آن وقت دیگر ما ماندیم، همه به سمت تو آمدند، جذب کرد حسن تو ندیمان ما را. نظر الحق تعالی، نظر حق متعال لک فی البهجت حامی، حامی تو هست در بهجت. بهجت یعنی شادی خاص. بهجت معمولا شادی که از بهار می آید، شادی که انسان در گلستان در جای خوب و در جای زیبا پیدا می کند به آن می گویند بهجت، نه هر نوع شادی، شادی که همراه با مقومات دیگری باشد.
پس فرمود ای آقای من، تو از کجا هستی که حسن تو ندیمان ما را به خود جذب کرد و نظر حق تعالی در برای تو در بهجت و شادی حامی هست؟ یعنی حامی تو در شاد بودن تو و در شاد ماندن تو همین نظر حق متعال است، نظر خداوند متعال است. بهجت شادی که همچنان ادامه دارد، شادی ممکن است از بین برود، ولی بهجت چون پایه و اصل شادی است، از آن جهت شادی که همواره ادامه می‌یابد. قمرون سار الینا، یک قمر، یک ماه سار، سید کرد، سیره بوده، تبدیل به ساره شده است. قمرون سار الینا، قمری که به سوی ما سیر کرد، به سوی ما آمد، معشوق به سوی ما آمد. اینان به سوی معشوق نرفتن، معشوق به سوی عاشق آمده است و کار هم همین است. هم از اول معشوق به سراغ عاشق میاد و در انتها هم باز معشوق به سراغ عاشق میاد، وگرنه عاشق کیست که بدون اذن معشوق به سراغ او برود؟ قمرون سار الینا، حبه فرض علینا. حب او، دوست داشتن او، عشق او فرض است برای ما. فرض یعنی واجب است، واجب شده است بر ما. دوست داشتن و عشق به آن قمری که به سوی ما آمد واجب است. فرض هم واجب شرعی است، به واجبات شرعی میگویند فرض. سطع العشق لدینا، سطع یعنی گردنش را بالا گرفت، خود را نشان داد. سطع الماء یعنی آب به بالا آمد. سطع النور یعنی نور خود را نشان داد. آفتاب وقتی به بالا می آید، سطع الصبح یعنی صبح همه جا را گرفت. یعنی وقتی که اظهار تجلی می کند، از آن جهت میگه سطع العشق لدینا. لدا یعنی نزد، لدینا یعنی نزد ما. می فرماید عشق نزد ما بالا آمد، عشق نزد ما ظاهر شد، عشق خود رو نشان داد. و سطعه از ماده عشق است، عشق هم از ماده نور است. از این جهت می فرماید که عشق خود رو ظاهر کرد در برابر ما. ترد العشق و منامی، عشق ترد کرد، از بین بود منام مرا. منام یعنی محل خواب، خوابیدن رو منام می گویند. می گوید عشق آمد و خواب رو از من گرفت. پس معنی این بیت هم اینچنین می شود که ماهتابی، ماهی به سوی ما سیر کرد که عشق او بر ما واجب است و عشق نزد ما بالا آمد و خود را نشان داد و عشق خواب را از من دور کرد. ترد یعنی دور کردن به طور کلی، نه اینکه گاهی بخوابم گاهی نخوابم. میگوید وقتی ترد شد، میگن فلانی فلان کس را ترد کرد، یعنی دیگر هرگز اجازه حضور به او نمیدهد. اینجا عشق جلوی خواب را به طور کلی گرفته است و در مورد مولانا میگویند در سه سال آخر نمیخوابیده است. حضرت مولانا آنگونه که روایت ها هست میگویند نمیخوابیده است، اصلا دراز نمیکشیده است و اگر از هوش میرفته است به خاطر کم خوابی، بعد از که به هوش می آمده است می نشسته است و کسی او را در اواخر عمرش در حال خواب و در حال درازکش ندیده است، آنچنان که در احوالات حضرت مولانا میگوید. واقعیت دارد که میفرماید ترد العشق و منامی. شجرون تا به جناهو، جنا یعنی میوه، شجرون درختی که شجرتون حسنا که وجود دارد همینه دیگه، آن شجره اصلی، آن شجره طوبایی که وجود دارد همان است. شجران تاب جناهو، شجری است که تاب، طیب شد، پاکیزه شد میوه های او. این درخت عشق میوه هایش پاکیزه است. شجر الخلد فداهو، که شجر خلد، شجر قیامت و شجر بهشت، درخت بهشت فدای آن می شود. درخت بهشت در برابر درخت عشق هیچ چیزی نیست. وجد القلب مناهو، قلب پیدا کرد منای خود را. منا یعنی خواهش و جمعش میشه امنیه، یعنی آرزوها، آرزوهای دور و دراز. منا یعنی آرزوی دور و دراز، نه هر آرزویی، آرزویی که خیلی طویل باشد، آرزویی که
برای رسیدن به آن باید از آرزوهای دیگر عبور کرد و چندین آرزو وقتی جمع می شود آن وقت این اتفاق می افتد. وجد القلب و مناه، پیدا کرد قلب آن آرزوهای خود رو، به آرزویش رسید. و کلو منه کرامی، و بخورید از آن ای کرام. کرام جمع کریم است، کریم یعنی بخشنده. میگوید شما که بخشنده هستید بخورید از آن میوه های درخت قدس و درخت عشق. سر خمبی که ببستی به کرم بازگشایی. سر خم را بسته ای، سر خم را وقتی میبندن که نخواهند شراب بپیمایند به عاشقان. سر خمبی که ببستی به کرم بازگشایی. خب تو که کریم هستی به همه از آن شجره خلد میدهی، از میوه درخت عشق میدهی به همه، این سر خم را که خم به همان خم است، سر خم را که بسته ای با کرم خود باز کن. کرم چیه؟ کرم اینه که کرم از سوی کسی است که ما هیچ حقی نسبت به او نداریم. حق ما این نبوده است که در خم باز باشد مگر اینکه او کرم کند. کریم یعنی کسی که میدهد بدون استحقاق، کریم یعنی کسی که میبخشد بدون استحقاق. اگر قرار بود به کسی به کسی ببخشد استحقاقش را داشت چیز دیگر، ولی کریم بدون استحقاق میبخشد. میفرماید با کرمت بازگشا، دوباره بگشا. گفته این که خم چیست؟ خم تجلیات جمالیه حضرت حق متعال است. سر خم بی این تجلیات رو که بسته ای، آن جمال مشعشع خود رو که دور کرده ای، سر خم بی که به بستی به کرم بازگشایی، با کرم باز کن. خرد هر دو جهان را بربایی به تمام. اگه اون سر خم رو باز کنی همه شراب عشق بخورن، وقتی شراب خوردن مست میشوند و لایعقل میشوند، عقل از اینها به در می رود. خوشا به حال آنها که شراب عشق بنوشند و عقل و خرد همه را به هدر دهند. می فرماید این سر خم را که به گشایی، آن وقت هر دو جهان، خرد هر دو جهان را می رو بایی. تماما دیگر عقلی در دو جهان نمی ماند. دو جهان کدام؟ جهان غیب و شهود است یا جهان دنیا و آخرت است؟ حتی در آخرت هم این خرد رو، خرد دیگر به درد نمی خورد و آن رو خواهی رو بود. بشنیدیم که دیگی ز پی خلق بپختی. اشاره به روایتی است که می فرماید که خداوند و مولانا به این دیگ اشاره فراوان دارد در دیوان شمس. منظور این است که خداوند مستغنی از خلق است. این دیگی که مولانا، مفهوم فرمایشات مولانا رو خیلی خلاصه عرض می کنم، می فرماید که این جهانی که هست ما نه دیگی است که خداوند پخته است، این دیگ رو خدا برای خود نپخته است، یعنی از این جهان خداوند هیچ سودی نمیبرد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. همین جود است. این برای خلق یک آش زیبا و عبا، یعنی آش و نان خورشت زیبایی درست کرده. بشنیدیم که دیگی، شنیدیم که یک دیگ پخته ای زپه خلق بپختی. این خم رو و این دیگ رو با هم مقایسه کنید، بسیار زیباست. آن نوشیدنی این خوردنی. بشنیدیم که دیگی زپه خلق بپختی، برای همه مردم دیگ پخته ای، یک غذای زیبا آماده کرد. یعنی تو نیازی نداشته ای به خاطر اینکه جود کنی، به خاطر اینکه کرم کنی، چون کریم هستی در خم را می گشایی و در این دیگ را هم می گشایی. قبلا هم این دیگ هایی که در آن یا برنج یا چیزهای دیگر می پختن یا آش می پختن، درش را می بستن و در گشودن خود یک خاصیتی داشته است و همچنان که گشودن در خم خود یک مراسم خاصی داشته است، این همچنین بوده است. که از او یابد عباها، عباها یعنی آشها، از او همگی ذوق طعامی. تمامی آشهایی که در جهان هست همه ذوق طعام بودن و زیبایی و خوشمزگی را از کجا به دست آورده اند؟ از این دیگی که تو برای خلق پخته ای و میخواهی آنها از آن متمتع شوند. خیلی توضیحات لازم است که فرصت نداریم، من رد میشوم. ز عدم هرچه براید چو مصفا نظر آید.
از عدم هر چه که برآید. مولانا به بحث عدم دارد، راجع به بحث عدم صحبت کردیم و باز هم مجبوریم که صحبت بکنیم تا این اسرار این ابیات چون این چنینی گشوده شود. می فرماید از عدم، می گوید که هیچ کس نبود، عدم بود و خداوند آن وجود مطلق از آن در وجود آمد و وجود داشت خداوند و همه چیز عالم در عدم بود و خداوند همه اینها رو در وجود آورد. ز عدم هرچه براید چون مصفا و نظر آید. نظر مصفا، نظر صاف، نظر پاکیزه، که این نظر پاکیزه بسیار امر مهمی است. ما نگاه میکنیم، نظر میکنیم، ولی چون نظر بصیرت ندارد، صاف و پاک نیست، از آن جهت ما همه چیز را معوج میبینیم، کج میبینیم، دیگرگون میبینیم. نظر باید مصفا باشد، با صفا باشد، صاف باشد، دیدگاه باید صافی باشد، ضمیر باید صافی باشد. و به خاطر همین است که انسان قلبش باید صاف و پاک باشد تا بتواند نظر صاف داشته باشد. اول گفتن پس نظر بران پاک انداز هم راجع به اینه دیگه، آن شعر حافظ که اول خودت رو پاک کن سپس نظر در بر آن پاک بینداز. ز عدم هرچه براید چو مصفا نظر آید، به دو صد دام در آید چو تو اش دانه دامی. وقتی که تو دانه هستی برای دام، همه به خاطر تو می آیند، در دو صد دام می افتد. آخه میگن انسان نباید در یک دام دوبار بیفتد. لا یلدغ المؤمن من جهر مرتین، یک مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. اینجاست که میگوید نه، تو یک بار تو این دام عشق افتاده ای، دوباره اگر پروازت دهند، آزادت کنند، دوباره به خاطر دام تو، دانه تو می آیند و دوباره می آیند و 200 بار تو هرگز عبرت نمی گیری که مراقب باش دیگر در دام نیفت. چنان دانه ای داری که هر کسی که می آید دوست می دارد در دام تو گرفتار شود. چنان زیبا هست دستان تو، انقدر زیبا هست که هر مرغی دوست دارد در دستان تو اسیر باشد. به دو صد دام در آید چو تو اش دانه دامی. زرخ یوسف خوبان همه زندان چو گلستان. یوسف که رفت در زندان، زندان گلستان شد برای همه. چرا؟ چون گلرخی مانند یوسف اونجا هست. وقتی که اینها دلشان می گرفت، این زندانیان در رخ یوسف نگاه می کردن و لذت می بردن و همین رنج زندان رو برای آنها از بین می برد. می گوید این جهان، جهان رو زندان است دیگه، این جهان زندان و ما زندانیان. خودش فرمود که حفره کن و از این زندان حفره کن. این حفره چیست؟ حفره، حفره جمال است. جمال یوسف رو ببین، آن وقت تو حفره کردی و از این زندان رها شده ای. انسان با معشوقی که دوست دارد در یک جا به زندان بیفتد، ایرادی دارد؟ آنجا زندان نیست، آنجا گلستان است. جایی که با معشوق و محبوبش همراه باشد، هرچند تنگ ترین جا باشد، برای او زیباترین جاهای دنیاست. زرخ یوسف خوبان همه زندان چو گلستان. از روی یوسف خوبان، یوسف خوبان، یوسف یوسفان، حضرت حق است. حضرت حق آنقدر زیباست که این زندان جهان مانند گلستان است. مولانا این زندان و گلستان میبیند و ما هم اگر میخواهیم راه عرفان رو برویم، میباید همه جا رو زیبا ببینیم، همه چیز را گلستان ببینیم، همه انسان ها رو مانند گل ببینیم، همه انسان ها رو خوب ببینیم. به انسان ها، نسبت به انسان ها نباید ما کینه داشته باشیم، نسبت به انسان ها نباید بدبین باشیم، باید همه رو مانند گلستان ببینیم، جهان رو مانند گلستان ببینیم. این دید عرفانی است. زرخ یوسف خوبان همه زندان چو گلستان. چو چنین باشد و زندان، تو چرا در غم وامی؟ تو چرا میترسی که وامت را ندهی و دوباره به زندان بیفتی؟ وام یعنی آنچه که میبایست بدهی. هیچ ایرادی نداره، ناراحت نباش، نهایتا میبرن در زندان. تو باید یک کاری بکنی، در دام بیفتی که رفتی در زندان رخسار یوسف را آنجا ببینی. بنابراین در این زندان هستی، نگران وام و
خرید و فروش و داشته و نداشته خودت نباش. در این زندان فقط طالب رخسار یوسف باش. هله خاموش مپرسش که کسی قرص قمر را نبپرسد. میگه هله، به خودش میگوید خاموش. خاموش تخلص حضرت مولاناست که در صدها غزل این رو تخلص کرده است. هله خاموش مپرسش، از او مپرس که کسی قرص قمر را، کسی از این قرص قمر، قمر کامل، بدر منیر نمیپرسد، به نپرسد که چه نامی، که نامت چیست، کی، که هستی و از چه مقامی. مقام هم خوانده هن مقام هن. مقام یعنی جایگاه، از چه جایگاهی هستی. هله خاموش مپرسش که کسی قرص قمر را نبپرسد که به نپرسد که چه نامی و کی و از چه مقامی. انشاءالله که همه به دیدار یوسف جان مفتخر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.